داریم. آدرس: موبل پلازا، هامبورگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. Severe drought across the Horn of Africa has left over 15 million people in need of urgent humanitarian aid. Their livelihoods are destroyed, and their families are starving. Famine is rapidly spreading across the Horn of Africa. The United Nations is calling this the largest humanitarian crisis since 1945. Our teams are on the ground, ready to provide aid. Don't let another family starve on your watch. Donate today at irusa.org. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم برادران و همشیرهای محترمی بینندگان پروگرام حقایق اسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما امروز هم به توفیق الله سبحانه و تعالی پروگرام خود را از تلویزیون جهانی پیام افغان شروع کردیم و امیدوار هستیم که موجب استفاده شما همشیره ها و برادران عزیز قرار بگیرد ما امروز در پروگرام خود راجع به فتنه گپ میزنیم که فتنه چند قسم است و فتنه چی معنا داره و حالی که سر جهان اسلام آمده از کدام نوع فتنه است و اینمی موضوع را شرح میکنیم باز منتظر سوالای شما هستیم انشاءالله الله سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن راجع به فتنه فرموده است یکی از او جمله اینمی آیتی است که در سوره انفال آیت 29 است الله سبحانه و تعالی فرموده است واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه خود را نگاه کنین از او فتنه ای که
تنها ظالم نمیگیره. یعنی وقتی که این فتنه آمد، تمام کسی که گناهکار است، کسی که این کار کرده، کسی که نکرده، همه گیره میگیره. این فتنه عام است، فتنه اجتماعی است. یک قسم فتنه دیگه است که او در سوره تغابون الله سبحانه و تعالی فرموده است و در اموالتان و در اولادتان، فی اموالکم و اولادکم فتنه، در اموال و اولاد شما فتنه است. او فتنه ای چی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که انما فتنه تو امتی فی اموالهم، فتنه امت ما می باشد در اموالشان. اصلا فتنه چی معنا داره؟ در شرح بخاری شریف میگه که فتنه عبارت از غلطیدن یک چیز تلاس، در انداختن تلاس در آتش. و چرا؟ به نسبت از این که معلوم شود که این تلاس یا چیزی خلط از دهی تلای خالص است یا نیست، برای از این را فتنه گفته می شود. یعنی بعد از این انداختن معلوم می شود که چه رقم است، این اصلی است یا نیست. این همی معنای فتنه یعنی ابتلا و آزمایش، معنای یک معنای فتنه است که در همه انواع فتنه ها یعنی داخل است. این فتنه در مال چه رقم است؟ مثلا مطابق امی تعریفی که در شرح صحیح بخاری شده است، او ایتور است که فرزن یک آدم مال داره حلال، از معاش خود میگیره حلال، از کسب و کار خود حلال میگیره، لکن این مال چی میکنه؟ مصرف میکنه در راه حرام، در کنسرت ها، در راه شرابخوری، قمار، مثلا چیزهایی که خداوند منع کرده و پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کرده، در راه مصرف میکنه. این فتنه در مال است. این یک نوع چی است که خداوند از این بازخواست میکنه که مال ما برای تو دادیم و تو این مصرف کردی در راه حرام، و شما بنابرای سب این مال سبب فتنه شما شد. چرا بعضی جای فتنه به معنای عذاب میه؟ ذوقوا فتنتکم، بچشین فتنه تان را. او فتنه چی است؟ به معنای عذاب است. الله سبحانه و تعالی دینمی مال برای انسان عذاب میده، یا مال کسب میکنه از راه حرام، باز او را میره در راه مثلا میگه حج میکنم یا چی میکنم که یعنی ما حاجیستم پیسه دارم سرلاکی، پیسه حرام است. این اموجه که در حج میگه لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک و نعمت لک و الملک، ده همونجا به جوابش گفته میشه، به شرطی که ای آدم نمیتونه او رو شنیده و میگه که لا لبیک ولا سعدیک لک، نه برای تو سعادت است، نه برای تو چیز شنیده شده است، زیرا که پول تو حرام است. این پول یعنی زحمت هم کشیده تا به حج هم رفته و مثلا سر از این را به مردم صدقه داده، این چی کرده؟ هیچ فایده نکرده از این مال. این مال هنوز برش یک فتنه شده است. دیگه این که میگه از هر چیز کده این حب الخیر لشدید، خداوند قرآن میگه که دوست داشتن مال بسیار زیاد است. اینم یک فتنه است که مثلا از این که اولادم گشنه نمانه یا مثلا چی شده بسیار زیاد از حلال و حرام مال جمع میکنه، اینم یک فتنه در مال است که ایره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فتنه امت ما بیشتر در مال می باشد که مال در راه حق استعمال نمی کنه و مال را از راه حق به دست نمیاره. این هم سبب فتنه و سبب عذاب می شود. منظور در اینجا فتنه ای که ما اینجا این آیت خواندیم، دوباره از این باز میگه که لوکان ابن آدم و عادیان من المال لبتغاصر، اگر ابن آدم دو وادی را خود میفهمیم، دو وادی از مال داشته باشد، وادی سهم هم طلب میکنه. و لایم لو جوف ابن لتراب، یعنی سینه آدم را پر نمیکنه مگر خاک،
که یه نده قبر رفت باز از او ازی چی خود میمانه. یعنی ای قدر حرس و علم یک فتنه است، یک چی است که مبتلا میشه به ای از هر راهی که باشه آدم بکشه، هر کاری را بکنه که مال دنیا را به دست بیاره و او مال و نموق ضرورت است که حاجتی از اون رفع کنه. لیکن این مطلب دین را کس در نظر نمیگیره. یعنی این دیگه چی است؟ و خداوند پاک میفرماید که لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کسی به بر نمیرسه. بر جنت است، بر رحمت خداوند است، بر تمام نیکی هایی که انسان میرسه به او تا وقتی که تنفقو میما، تا وقتی که شما مصرف کنین مال خود را از او مالی که شما دوست دارین، مالی که بسیار دوست از اون مال شما مثلا مصرف کنین در راه خدا، باز شما به این چیزای بلند که از طرف الله سبحانه و تعالی تهیه شده شما میرسید. پس این مال یعنی این یک راه فتنه شدن مردم در مال است، یکی در اولاد است. یک کسی پشت اولاد قدر چی میشه؟ خب که اگر داد داد، اگر نداد نداد، و اگر هر دو طرفش یکی صبر است یکی حقوق و اولاد بجا کردن است، این چیزهای مال است. یکی فتنه های چی است؟ فتنه های اجتماعی است. فتنه های اجتماعی مثل یه آیه کریمه که براتان خواندم، واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، کسانی که ظلم کردن خاص اونا را نمیگیره بلکه همه گیره میگیره. مثل که مثلا کمونیسم آمد در افغانستان، ما خب کمونیست نبود، از اونا که در پیشتر ما در این ملک آمدیم، مطن ما، خانه، جای، زندگی، همه گیمان. یعنی که ببینی که تنها ظالم نمیگیره، همه کس میگیره. چرا که در قصه لوط علیه السلام وقتی که ملائک آمد که این ملک به دیگر روی چپه میکنه به سرشان و عذاب استحصال است، در او وقتی دید ملک یک کسی را که نماز میخونه از طرف شب، با خداوند عرض کرد که کسی خوده ایچه هست که شب میخیزه نماز میخواد؟ و اول از سر امون شروع. چرا که در وقت فتنه، وقتی که یک چیزی خلاف شرع اسلام پخش شد، چرا این خاموش ششته بود؟ با این نمازش، با این روزش، سر ازی هم ایر سرش عذاب خدا آمد، به دیگر روی چپه شد و مرد، از بین رفت. این معنی ایشیست که فتنه، این فتنه اجتماعی، این فتنه عمومی است. از این گفته الله سبحانه و تعالی فرمود خدا نگاه کنه. وقتی که یک فتنه عمومی میاد، مثلا در مصر، در تمام تاریخ مصر که ببینید شما، اینطور یک انتخاباتی درست که در ایسه جناب مرسی، یعنی رئیس جمهوری که حافظ قرآن بود و مسلمان بود، لیکن او بود امیرکم صحیح سطره یک آدمی صحیح انتخاب نشده تاریخ مثلا. هر کس که آمده به زور و به انقلاب و به این چیزا، اما او بیچاره که میخواست خدمت کنه او را از بین بردن. نتیجهش چی شد؟ اختلافات، تفرقات در تمام مصر، وضع اقتصادیش هم خراب، اجتماعیش هم خراب. آلی که فضلا حمله شده سر حرم مقدس قدس، هیچ کدام حرکتی از طرف دولت‌های اسلامی، کدام صدایی، کدام چیزی بلند نیست. تمام خود فلسطینی هاست که دمی دو سه شب که ما همی تلویزیون ها رو میبینیم بیچاره شهید میتن. امو زنی که امو شهیدش چی کرده ما دیدیم، امو دستش سر امو کفن از اون سرش تیر میکرده بچه ما تو را به جنت رضوان با ارتحل الى جنت، به سوی جنت رضوان برای رضامندی خدا در جنت داخل شوی و ما این قدم تو را ماندنی نیستیم، ما چی خدا یعنی این حرم مقدس رها کردنی نیستیم. زنا اینقدر یعنی با شجاعت با چی استادگی کردن و بیچارا زده می شدن، در حالی که در کلتور ما مردم مثلا افغانه زن کس نمی زن، نمی اسرائیلی چرا زنا را چی می کردن.
یعنی حادثات ازی بسیار مؤلم و بسیار چی است. در اونجا ما یک زن غیر این مادری که اولادش از چیرش نشان داد که روی بسیار مبارک و ریش سیاه و مثلا چی داشت غیر از این و نگریان میکرد و شجاعت میگفت که ما این چی نمیکنیم، رها نمیکنیم این حرم مقدس اول مسلمان ها را. و یک زن دیگه که در پالویش بود گفت ما از مردم افغانستان، از سودان، از ترک گفت خواهشمند هستیم که این حال را تحمل نکنن، قیام بکنن، این حرم مقدس را بی افغانستان اول چی شد؟ ما خودم با آواز خود شدیم از زبان ایدم. چرا افغانستان یک ملتی بود که در جهاد یعنی یک نقشی را ادا کرد که جهان متحیر شد. اما آلی اینا به فتنه قومیت و به فتنه چی گرفتار شده و اینمیست که نام نشان خودش در حالت خون ریختاندن و خون چی هسته که برادر میخزه برادر خود میکشه. ای هم یک فتنه است که در افغانستان در گرفته. اما یعنی دیگه جهان اسلام صامت خاموش، اما هیچ کدام حرکتی نیست که اینا یک اگر مرسی زنده می بود چی زنده خواست و اگر مثلا سر کار می بود و الوقت برشان چی داده بود، التماتوم داده بود، چی داده بود، یک مردم نه در سوریه ای تو حالات می آمد نه دیگه می آمد. اما او را بیچاره را یعنی چی کردن؟ شما از این حالات و صورت انتظام یک چیزی را تصور میکنین که چرا ای تو حالت سر عالم اسلام آمده؟ زیرا که یک حرکتی میشه و خلاف شرع، خلاف قانون، مردم خاموش سل میکنن و چی میکنن. اما سخن چی بیاد ما میاد؟ سخن شیخ عبدالقادر جیلانی و امام غزالی که در همون وقتی که صلیبی ها مسلمان ها را میکشت در بیت المقدس و تا زانو در خونی از اونا میرفتن، در همون وقت گفت که او مسلمان ها شما شب بخزین نماز بخوانین. ای چی هسته؟ ای فتنه است که در بین مسلمان ها سبب تفرقه و چی خودشان پیدا شده. شما دعا کنین که خداوند یک کسی، یک نجات بخش کسی را پیدا کنه. اختلافات بین دولت های عربی پیدا شده، چنانچه که در حدیث ترمذی شریف نوشته کده که ستنظف العرب، یعنی که هلاک میشه عرب از سبب اختلافاتی که بین از اینا بیاد. از این فرصت، از این فتنه ای که بین از اینا پیدا میشه از سبب بیدینیشان، از سبب عدم احترام رعایه حقوق اسلامیشان، الله سبحانه و تعالی دشمنشان سرشان مسلط میکنه و اینا خار و زار و یعنی ذلیل می شود. و این چیز را ما که برای شما انتخاب کردیم راجع به فتنه ها این چی هست. و در این باره باز یک سه مردم که اگر به تاریخ مسلمان ها نظر بکنیم، تاریخ اسلام، مثلا در زمان عبدالملک ابن مروان که ای از خاندان بنی امیه است و او یک نفر به نام حجاج ابن یوسف ثقفی اختیاردار حکومتی از این بود که غیر او به شمشیر مردم را میکشت. بنابرای سبب ایش حجاج یک نفر به نام عبدالرحمن ابن اشعث به حیث وزیر دفاع یا قائم به اعمال حربی و چی مقرر کرده بود. و این شخص اینقدر یعنی شخص با مهارت و با چی بود که تمام دولت های مجاور کفار که سر زنا و سر دولت اسلامی در او حمله میکرد همه گیره شکست میداد و قوای ازی بسیار زیاد شد. میگه که 30,000 در او وقت عسکر پیاده داشت و 120,000 عسکر سواره و مجهز با مسلح همه وقتی که بود ای داشت. ای بسیار یک شخص ماهر و به اصطلاح شجاع و بسیار چی بود. در این باز یک سال بعد از اینکه کسایی که سرشان حمله میکرد یا چی میکرد اینا را مان به حال خود که جاهایی را که ما مسلمان ساختیم و چی کردیم این به حال خود باشه که اینا جمع شوند و چی شوند. در این وقت حجاج برای از او امر کرد که چرا
چی نمیکنی؟ جهاد نمیکنی؟ این امر یزی سلیزی بد خوردی هم صاحب قدرت بود، بلان یکی سا علما همراه ای چی بود؟ عبدالرحمن ابن اشعث همراه ازی بود، مثل مالک ابن دینار، سعید ابن جبیر، کلان کلان علما بودن که شاگرد عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، مردم های کلان شاگرد های از وقتش بودن، اینا تابعین و چی بودن، و اینا هم فتوا دادن که به طرفداری امی عبدالرحمن ابن اشعث بودن، چرا که حجاج بسیار ظالم بود. خود عبدالملک ابن مروان که ای چی از سبب چی کلانی از اینا که معاویه ابن ابی سفیان و صحابی بود رضی الله تعالی عنه، او اساس خلافت اموی را گذاشته بود، اینا سر چی رسیده بودن و بسیار ظلم میکردن، و خصوصا حجاج از شمشیرش میگه خون میریخت، این قدر میکشتن اندر گپ یک آدم هم میکشت. بنابرای سب ایکی ای امر به شدت سرش کت، ایام صاحب قدرت بود، در این وقت سر ازی بد خورد سر ابن اشعث، گفت که بیاین که کار کنیم که امی ظلم ورداریم. ای چی حال است؟ ای چی ظلم است سر عالم اسلام؟ هر کس یک جزوترین تمایل به یک طرف بکنه او رو میکشه. ای حجاج، ای علما هم خودش تایید کردن، همه گی تایید کردن، و این آدم شروع کرد به این که این چی را از بین ببره، حجاج. و از این مسئله حجاج خبر شد، این در تاریخ اسلام است که حجاج خبر شد، این با امیر المومنین عبدالملک ابن مروان خبر شد، و هم یک قوا داشت، حجاج هم داشت، پس این هر دو قوا یک جا شد بر ضد قوای عبدالرحمن ابن اشعث. هر دو قوای بزرگ اسلامی در داخل خود به جنگ شدن. باز اینا یعنی پیش از این که جنگ کنه، عبدالرحمن ابن اشعث چی کرد؟ از علما مشوره کرد که یک باید ما یک مشوره درست، یک راه درست در این جنگ بگیریم. از پیش کی بگیریم؟ یک عالم بزرگی باشه که او بر ما فتوا بده که یعنی جنگ که ما در مقابل ازی میکنیم. یکی سه علمایی که در رکاب یزی بود اونا فتوا داده بودن، باز گفتن نه، باید ما از حسن بصری بگیریم. حسن بصری یک عالمی بود که بعد از صحابه کرام کلانترین رأس بسیار مدبر صحیح اسلام، امی شخص بود که میگه یکی از زوجات رسول الله صلی الله علیه وسلم میره شیر داده یا ایره کلان کرده، خب دعای از اونا امرایش بودن، و بسیار عالم پروفیز و چی بود، یعنی امین فرقه های جبریه و قدریه و معتزله و دیگه و دیگه اینا که پیدا شد، همگی از اینا را برای درست دعوت میداد، مردم دیگه را دعوت میداد، میگه راه درست اسلام قرآن و سنت است، این راه هایی که شما میرین راه های شما غلط است، و همه گره قناعات. چنانچه از گفای مشهورش که ای هست که میگفت که اعتزل عنا واصل، واصل سخنای ما را قبول نکرد، حلقه که در مسجد داشت درس گفت، او را اعتزل از ما کنارجویی کرد، حلقه خودت چی کرد، این معتزله جدا شد از ما. همچنان جبریه و قدریه و که منکر قدر بودن و چی، تمامی فرقه ها را رد میکرد و اسلام صحیح را محکم برای مردم تعلیم میداد. یک عالم بسیار بزرگوار و بسیار صحیح بعد از این که امی اختلافات پیدا شد و این امی جنجال ها پیدا شد و مشکلات در اول اسلام، خود شما میبینین نه جبریه بود، نه قدریه بود، نه معتزله بود، نه شیعه بود، نه سنی بود، همگی مسلمان بودن، همگی یک مسلمان بود در فجر اسلام، در ابتدای صحابه کرام این چیزا هیچ وجود نداشت، یک مسلمان بودن. پس آن این چیزا پیدا شد وقتی که مسلمان ها فتوحات شروع کردن با فارس و روم و با هر طرف دنیا، این چیزا پیدا شد و بالاخره مثل یک تیر محکم در بین تعمیر اسلام، امی حسن بصری رضی الله تعالی عنه بود که ای بسیار کار کرد در این را. باز ای
عبدالرحمن ابن اشحس گفت که بریم پیش حسن بصری، همگی موافق کردن رفتن. ولی از او گفت که ما میخوایم که حجاج هم از بین ببریم و امیر المومنین عبدالملک ابن مروان هم از بین ببریم، زیرا که اینا ظالم هستن، میکشن مردم و بسیار عنف و شدت دارن در نظام خود و در چی خود. حسن بصری برشان اینطور فتوا نداد، برش گفت که اینا شمشیری است که مسلط شده سر مسلمان ها از سببی از اینکه مسلمان ها به تفاوت است در مقابل اسلام و دلشان به حال اسلام نمی سوزه، این عذابی است که از طرف خداوند سری از اینا مسلط شده. اگر این شمشیری که از طرف حجاج سر مردم مسلط شده، اینا باید صبر کنن، پس برای خدا بگردن، توبه کنن از امو قوم پرستی و نجات پرستی و ای عرب و ای فلانی چیست، از این چیزا بگردن، دیگر راه های اسلام به صورت صحیح چی کنن، خدا هم توبه شان قبول میکنه و کما تکونو یولو علیکم، امو رقمی که شما هستین خدا همو تو والی ها را به سر شما مسلط میسازه، یه عذاب خدا سر شما، اگر شما درست شدین خدا هم یک والی درست به سر شما، یک حاکم درست مسلط میکنه. ما به این فتوا نمیتونم، زیرا ضرر ازی از نفش کده بسیار زیاد است، شما نخواد توانستین که از بین، بلکه اقدر خون خواهد ریخته شد، مردم هلاک شد که این هیچ اندازه نداره. و یک خونی که خدا میرزه از ناحق در جنگ ها به این جنگ های فتنه، او را الله سبحانه و تعالی هیچ نمیبخشه، او قومه، او مردمه، هنوز عذابشان زیاد میکنه. این گفت از این سر دنا بد خورد و از پیشش برآمدن و گفت که این حج یک آدم اصلا عرب نیست و بریم پیش علمای عرب بریم و چی بکنیم. یعنی بالاخره همی شد که اینا برش جنگ چی کردن و جنگ شد. در جنگ قریب 1600 نفر مسلمان های بیگناه کشته شدن و بالاخره نتیجهش که حجاج مسلط شد سر از اینا. حجاج که مسلط شد و اینا شکست خوردن، چرا دو قوای خود عبدالملک و حجاج هر دویش در مقابل از اینا، یعنی عالم کفر همگی تماشا میکرد و اینا در بین خود به جنگ چی شده بودن. مثل که امروز عرب ها در بین خود در اختلاف غلطیدن، مسلمان ها در اختلاف در بین خود هستن، افغان ها اختلاف در بین چی هستن، پشتو و فارسی و ازبک و ازارا و چی، از هر جای برشان پیچکاری می شود و اینا تکتلات هست و تجمعات هست که ما جدا می کنیم و تجزیه می کنیم. اینا ای جنگ هایی که اگر رخ بده، ای بسیار جنگ های فتنه است، ای جنگ های تباه کن است، ای جنگ های خانه به خانه است، ای به ضد اسلام است. اینمی جهادی که قنون کشید افغان ها، تا به حال یک زن فلسطینی را شیدم که به نام افغانستان چیغ زد، این همه ای حبه خداوند بود، این نعمت خداوند بود، این نعمت اینا امیر رهبرها از دست دادن به سبب نجادی، چیزای نجادی خود از بین دادن، ذلیل شدن، وزیر دیگه استعمار قرار گرفتن و آلی از فرقه های تفرق های نجادی و این چیزا را چی میکنن، این حالشان از این بدتر میشه. از این سبب او نمود جنگی که در او ناکام شد، باز حجاج چی گفت؟ گفت هر کسی که بیا پیش روی ما اعتراف بکنه که عبدالملک ابن مروان مثلا اطاعت کافر بود، از این سبب ما سری از او خروج کردن، زیرا او اشاره به طرف امو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم میکرد که گفته بود که تا کفر بواح از رئیس جمهور یا پادشاه یا اولو الامر کلان صادر نشه، شما اطاعتش بکنید، زیرا کفر بواح است که علنا کلمه کفر بخوانه، در غیر از او اگر فاسق بود فاجر شد، شما اطاعتش بکنید، زیرا مفاسدی که بعد از او میآید، او مفاسد بسیار شدیدتر است نسبت به او مصالحی که شما میخواهید. امید چی حالت ما در وقت جهاد دیدیم که در هر کنج کنار یک قمندان بود، او قمندان خودش هم قاضی بود، هم حاکم بود، هم والی بود، هر چیز بود،
تا که حکومت آمد و تا که چی شد هنوز هم حالت و حالت نرمال نیست. یک آدم میبینی که بلند منزلا میسه، یک آدم از گشنگی میمره. اینمی حالت، این یک حکومت منظمه که امورات تدبیر کنه، از بین رفت دیگه اوتر حکومت تا بالی نیامد است. اینه ای همه گی اینمی چی را ای چی. وقتی که ما شاگرد بودیم امام مالک رحمت الله علیه که چقدر زجر دیده بود در موضوع خلق قرآن از دست پادشاه، اما میگفت که اگر یک دعایم قبول شود ما او دعا را برای سلطان میکنم. به نسبت از اینکه به امنیتی که میایی سر عام، سر بیوه، بیچاره، فقیر از خانه خود به جای میشه، در یک جای میره اولاد خودم میفروشه، چی خودم میکنه، ما مصیبت ها گرفتار میشه، چیه در دل ما نمیشیست که در مقابل فاسق و فاجر چرا مردم آرام بشینه. اما وقتی که جهاد شد ما دیدیم، باز فهمیدیم که حقا که پیغمبر بر حق است، حقا گفتار از او حق است که یک آدم جاهل به نام قبندان تمام امورات به اختیار گرفته بود و که هیچ کسی دیگه نبود که سر از او چیه هر کاری که دلش میشد میکرد. یعنی این از بین رفتن نظام است از سبب فتنه هایی قومی، نژادی، ایچیز که همه کفر هستی، همه ای از این کفر است، ولی مردم به این هیچ اعتنا نمی کنن. باز حجاج گفت که هر کسی که گفت که عبدالملک ابن مروان کافر است، ما او را آزاد میکنم نمی کشم. اما هر کسی که نگفت کافر است، ما او را می کشم. زیرا که قیام کرده در مقابل ما یک شخصی بسیار با تقوا، با علم، با امانت، گفت 80 سال از عمر ما تیر شد در راه خدا. آنی ما چطور قیام کنم بگویم که عبدالملک ابن مروان کافر بود و در مقابل از خیستم؟ گفت نمیگی؟ گفت نه، گفت بیا خیلی تو رو من میکشم، اگر میگفتی تو رو نمیکشتم، لیکن او را کشت. که مردم همگی چی شد که یه رقم عالم کلان و چی را سعید ابن جبیر و مثلا ایتر مردمان مالک ابن دینار ایت عالم های کلان ای مثلا به قتل رسان. این معنای ازیهی است که هر چقدر که جنگ شود در یک ملک، اختلاف به در ملک اسلامی، این همی فرصت برای دشمنان اسلام پیدا می شود که اونا از این موقع باز استفاده میکرد. در اینجا قصه دو نفر است که معبد جهانیس و یک عالم بزرگ دیگه است، در سر شطور سوار طرف مکه میران، یکی به دیگهش میگه که در این جنگ خونینی که رخ داد کی تو را معجب سا، کی تو را نظرش بسیار سر تاثیر؟ گفت حسن بصری. والله که از اول تا آخر ببینی نظرش صائب بود، فتوهایش ثابت بود، برای حق سخن زد. آفرینش به تقویش، به علمش. ای تو مفتی ها امروز پیدا می شود که حق ناحق فتوه می ده، از روی سیاست فتوه می ده که برو خدا بترقان، او بچه بیچاره خدا می ترقانه. و ای در حالی که او جای فتوهی ای ترچی نیست، مثلا در افغانستان جای فتوه خودکشی و انتحاری نیست، قطعا این فتوه غلط است، اما در دوزخ می روه، لیکن اونو فتوه است. اما حسن بصری با فشاری که سرش بود و چی که بود هیچ تابع نشد، اما فتوه درست داد، مردم یعنی از این را منع کرد و بود چیزی که او گفته بود اما تو شد، یعنی اونا شکست خوردن، همیشان از بین رفتن. هنوز ظلم در حالی که از شمشیر حجاج و عبدالملک ابن مروان خون می ریخت، اما سر از او هم اونا یعنی مثلا چون که یعنی امیر بودن، کفر از پیشش چی نبود، این اجازه نداد که مردم شمشیر کشی کرده در یک در مقابل یک دیگر یعنی چی بکنن. و فتوای از او فتوای بر حق بود. باید که پیغمبر خدا خداوند میگه این امتی امت واحده و انا ربکم فاعبدون. امت ما یک امت است و امت اسلام یک امت است و ما پروردگارتان هستم، فاعبدون عبادت ما را بکنین. اختلاف، تفرق، فتنه های اجتماعی، فتنه های فردی، همگی
به ضرر اسلام است، چنانچه محلب یک عالم دیگر برشان گفته بود که شما امیر را هیچ وقت از چیشان چی نکنین، ولو هر رقم باشد، تا وقتی که کافر به جهر نباشه چی شما کرده نمیتوانین. تفرقاتی که در عالم عربی آمده و در عالم اسلامی آمده، همگیش از طرف خود مسلمان هاست، این فتنه هاست. اینجا یک آیه کریمه است که این را هم براتون میخوانم که الله سبحانه و تعالی فرموده است که ولا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، ولا تجعلنا فتنه، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، در سوره یونس آیه 85. این چی معنا داره؟ لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، ای خدایا ما را فتنه نساخت برای قوم ظالم. این چی معنای از چی است؟ معنایش این است که یک مسلمان اگر پیروی دینش نمیشود، کاری میکنه مخالف شریعت اسلام، مخالف دین اسلام کار میکنه، او سبب فتنه برای دیگه قوم ها میشود، برای دیگه مردمی که مسلمان نیست یا نیمچه مسلمان است یا به نام مسلمان است، سری از او انگشت میگه که اون فلانی این کار کرد، فلانی عالم نمیتونه گفت، فلانی عالم اینه تو کار کرد، بنابراین سب او از اسلام میگرده، گناه از او مردم هم به دوش همی عالم میشه، گناه خودش هم میشه. از این تو گناه سنگین شما به خدا دعا کنید که ربنا لا تجعلنا، ای پروردگارا ما را مگردان فتنه برای قوم ظالم مشرک، کسانی که به نام اسلام شرک میکنن، خود مسلمان میدنن مشرک میشون، دین اسلام مسخ کردن، دین اسلام تغییر دادن، اون سبب فتنه از اونا شما میشه، او کافر میشه به سبب عمل شما. از این تو عذاب شدید خدا ما را نگاه کن که یک آدم عالم درست نباشه و هر روز فتوها را صادر کنه، یک نظریات که صادر کنه که اسلام اینطور است، اسلام اینطور بکنن، اونطور بکنن. این چیزا بسیار گناه شدید داره، باید از این مردم خود نگاه کنه، از این که فتنه برای قوم ظالم نشوه و سبب انحراف از اونا نشوه. و پیش از ما بعضی ملت های دیگه بوده که نمیتر خداوند اونا را هم در دینشان و زیر نمیتر آزمایش ها قرار داده، ایتونست که ما تنها ما هستیم. خداوند این او من یورید فتنه دهو، این آیه دیگه است که در قرآن کریم من یورید الله فلن تملک له من الله شیئا، این در این آیه کریمه در سوره مائده آیه 41 است، این به معنی ابتلا است، یعنی خداوند او را ابتلا میکنه در دینش و ظاهر میشه از اختبار خداوند ظاهر میشه گمراهی از او را و کفر از او را ظاهر می سازد. سخنهای بدین بدین می زند دین، سخنهای بی اعتنا به دین می زند. این شخص مورد همه کس زیر ابتلا و آزمایش خداوند است. اولای کالذین لم یرید الله یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، برای ازیت و اشخاصی که زیر ابتلای خداوند همه ی از باز، خصوصا او کسی که مثلا یک تلویزیون میشینه گپ میزنه فتواها میده که بخزین قیام بکنین، فقه بخزین ایتو بکنین، حلال حرام میسازه، حلال حرام میسازه، ایتو ای برای از او گفته خداوند خزی است، خزی یک عذابی است که او در زیر یک سلطه غیر قرار میگیره، یعنی از حریت و آزادی خودش سلب میشه از پیشش. خزیون فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، در آخرت باز برای زو عذاب عظیم است که بسیار کلان عذاب است، عذاب جهنم است. الله سبحانه و تعالی انسان هر کسی که مسلمان است و از قرآن و از این که مثلا پن میگیره خداوند از تو عذاب نگاش کنه. این دین اسلام تنها در این دنیا نیست، مهمترین حرکت به طرف آخرت است.
بعد نگاه کردن خدا از آتش دوزخ در آخرت است. این عذاب مثلا قبر، عذاب دنیا، اینا عذاب خلد نیست. عذاب خلد یعنی عذاب آخرت است که آینده نداره و مثلا ابدی است، از دائم است و باز هیچ خلاصی نداره. او را عذاب خلد میگه، این عذاب جاویدان که همراهش میباشه. از او خداوند آدم را نگاه کنه، اگر عذاب این دنیاست یا عالم برزخ است، این عذاب ها عذاب خلد نیست، یعنی عذاب چیست؟ الهاک و متکاسر و حتی زرتم المقابر. خدا تا وقتی که زیارت میکنه، یک عرب چی گفت که زیارت خویی رو میده که آدم یک چیز میگیره باز میره از او، پس این قبر برای دائم نیست. بله، یعنی همین معنا را که امو عربی که زبان میفهمید درست تعبیر کرده است. یعنی کسی که در قبر میره برای دائم در او نمیمانه، یک وقتی میباشه، پس عذاب از او عذاب خلد نیست، ولی در قبر عذاب هست. هیچ از این قوم و نسب پرسان نمیشه در قبر، از این پرسان نمیشه که تو مثلا ازبک هستی یا پشتون هستی یا افغان هستی یا چی هستی، از این پرسان پروردگارت کی هست؟ من ربوکا و من نبیوکا، پیغمبرت کی بود؟ تو شناختی؟ احکامش شناختی؟ کتابش شناختی؟ و ما دینوکا، دینی تو چی بود؟ تو یهود بودی، نصارا بودی، مسلمان بودی، چی دین داشتی؟ از این سه چیز شما را پرسان میکنه. از این پرسان نمیکنه که تو تاجک هستی یا پشتون هستی. تو مثلا غر میزنی که ما پشتون هستم، میگه که ما تاجک هستم، میگه که ما ازبک هستم و ما اینی تو رسم اینی تو رسم. این چیزا هیچ به درد کس نمیخوره. یک کلامی باطل سر از این مردم، مثل که ما در درس پیشتر برای شما گفتم که حمیت الجاهلیه، یک تعصب جاهلی مثل ابو جهل و ابو لهب است که برای دائم در دوزخ رفتن سر این مفکوره خود. کسانی که در امروز این نشنالیتی غلط را اینا در راه باطل، در راه جنگ، در راه تفرقه، در راه از بین بردن یک دولت اسلامی به کار میاد، اون اون روش را داره که ابو جهل و ابو لهب حمیت الجاهلیه. ما در چی پیشتر برای شما این مسئله را برای شما ما واضح بیان کردم. دیگه این چی هست؟ هر چیزی که انسان را به خداوند نزدیک بسازه به جز عبادت دیگه چیزی نیست. و عبادتی که با مال حلال، با سجده درست برای الله میکنه، انسان نزدیک میسازه به خداوند. و ای در صورتی که مالت حلال باشه، لباست حلال باشه، هر چیزت پاک باشه، نیتت پاک باشه به عالم اسلام، مسئله پشتو و فارسی در فکرت نباشه و یک مسلمان صادق باشی، نمازتان قبول میشه، تو به خدا نزدیک میشه. نزدیکی به خدا راه نجات انسان است از این دنیایی که پر از مفاسد و چی هست. اینجا یک آیت دیگه است که در این فتنه است، لیکن این بسیار بحث داره، بحثی از این که الله سبحانه و تعالی فرمید قلنا لک این ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس. این ارتباط میگیره به معراج، و معراج بحثش در این درس تکمیل نمیشود. از این سبب این رو ما میمانیم به درس دیگه انشاءالله برای شما. باز ما چی میکنم؟ بفرمایید سب. خیر بسید، سلامت بسید. سوال بکن. از ناشی از اجیان که چیز
مطلوب شما را فهمیدم. مطلوب شما یک نو گوش کنم. ما نه مردم همین چیزی که واقعیت از براتون میگم اگر قبول کنین خوب، اگر نکنین شما را رای ما را رای. او چی است که اختلافات یک چیز فطری است در انسان پیدا می شود. هیچ انسانی نیست که در نظریات خود با دیگر مخواد چیزی که صحابه کرام جمع کرد و امی قرآن شریف هم که جمع کرد و چی زید بن ثابت و حضرت عثمان و دیگر صحابه جلیل القدر همگی امی قرائات دیگر، حتی قرائاتی که در قرائات اختلاف نبود لیکن اکسنت های مختلف بود، لهجه های مختلف بود که او را حذیفه رضی الله عنه دید در جنگ آذربایجان که هر کس به لهجه خود میخوانه. اونا را هم مرا آمد پیش حضرت عثمان گفت ادرک هذه الامه، این امت درک بکن که در آخر اینا به اختلاف پیش نشه. به نسبت اختلاف لهجه ها، مثلا یک پشتوس در قندهار یک رقم تلفظ میکنه، در لوگر دیگر رقم تلفظ میکنه دیگر. همین لهجه ها را همه را جمع کرد حضرت ابوبکر صدیق، باز حضرت عثمان رضی الله تعالی صحابه کرام زنده بود، اما کسی که کاتب وحی بود زید بن ثابت زنده بود، این لهجه ها را جمع کرد. تنها این لهجه ها را همیشه از بین برد برای از بیه که در آینده اختلاف پیدا نشوه. تنها لهجه قریش ماند و آخرین مصحف نوشته کرد بدونی دیگه لهجه ها، بلکه تنها لهجه قریش ماند از سبب همی اختلافات. و ای اختلاف نبود در معنا، در معنا اختلاف نبود بلکه در لفظ بود، در اکسنت بود. از این سبب ایر از بین برد و امروز مصحفی که باز نوشته کرد هفت دانی از ایر به هفت دیار اسلام روان کرد. جزئی ترین اختلاف در این است همگی متفقن، همگی صحابه کرام، همگی مسلمان ها با اجماع کلشان این قرآن خالی از اختلاف، خالی از تعصب، خالی از هر چیز، وحی خالص پاک الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم که شما امروز در دست بشر میبینین، این همی قرآن پاک است. امروز وحی خالص الله سبحانه در دست بشریت، مثلا آل تورات است.
شما ببینین در همی تلویزیون هایی که شما ببینین یک جای نوشته است المعجزه، یک جای نوشته است الملکوت. شما برین که در اوجا مثلا یک مسیحی مستشرق راجع به تو فکر میکنید در معجزه گپ میزنه، باز میگه به زبان عربی و نصرانی چی میگه؟ میگه غیر از تو دیگه خدایی نیست، لا اله غیرک. او فکر میکنی که این راجع به خداوند گپ میزنه، باز میگه که او خدایی که تو در وقت سر سری عمود صلیب، سر چوب صلیب دراز کشیده بودی و مردی و تو مثلا خدای برحق هستی، چی هستی؟ این تو تبلیغات از طرف تمام دنیا به حیث یک دینی به حق نصرانا این چی میشه که شما مردم پیروی از او هستین و خودتان اداره بکنین از این، که این چقدر یعنی مضر است که خدا در قرآن کریم بیبی بشی به صورت خالص برات میگه هو الحی، خداوند زنده است، مرگ سر از او نمیآید. اگر او کسی که در تخته صلیب غلطیده بود و خدا بود، او خدا نیست. پس باز وقتی که باز قل والله وحد نازل میکنه خداوند، الله سبحانه و تعالی خدا نه والد است و نه ولد است، یعنی معنا لیس کمثلی شیء، مثل خدا هیچ چیز نیست. این تو عقیده توحید خالص را نه در تورات پیدا کرده میتانی آنی نه در انجیل، و این اعتراف بکو و ای که راه شما راه کسانی که پیروی امی توی اگر عقیده باطل باشه ای در جهنم است، هیچ راهی نجات نداره غیر راه قرآن، که توحید خالص وحی خالص خداوند به جز به قرآن در دیگه هیچ دینی دیگر امروز نیست، ولی یگانه دینی که چی نداره؟ یعنی تبلیغ نداره، دعوت نداره. تو میدانی که بودیجه مستشرقینی که نمیرقم تبلیغات غلط به نام دین پاک، دین و یگانه دین برای مردم میکنه، بودیجه چقدر؟ 180 میلیارد دلار. و علاوه از او چیزایی که جمع میشوند، اونا همگی از این چی است؟ اونا همگیش مثلا از طرف راکفلر و دیگه چی میشوند؟ پول است که مصرف میشود. یک گار تیوی تمام جهان را کبر کرده و کو یک چی اسلامی، یک تبلیغ اسلامی درست کجاست؟ کو پیسه است؟ ما یک و نیم ساعتک داریم اینا میبینیم که خلاص میشود و این پیسه کس نمیده و هیچ کس به این مفهوم نیست که ما باید در راه اسلام دعوت کنیم و ما در راه اسلام باید چی بکنیم یا دیسه هم بگیریم. این دین با قدرت خودش ببینید از سال در لیدر دایجست یک چی است که در اون نوشته شده که از سال 1934 تا 1984 که 50 سال می شود قرار راپورهای بین المللی که سنجیده شده، یگانه دینی که در جهان به سرعت پیش رفته 425% نمیده چقدر پیشرفت کرده درجهش، او دین اسلام است. و از چی؟ 22%، یعنی که بسیار پایین است از نصارا نسبت با تمام اینمی جنگ ها، تمام اینمی که در پشت اینمی مسئله پیشرفتی نصارا ساختن چی است؟ اسلام است. ولی خود به خود اسلام ببین، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. اینا ببینن که خداوند خود به خود این دین پیش میبره، لکن بدون از اینکه چی کنه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. شما کی هستین؟ از کجا گپ میزنید؟ شما صادق هستین؟ بله صادق خانم. بسیار وقت شما و شما خود دوست ما هستین، چرا هیچ وقت گپ نمیزنید؟ خو نبودین. خو خدا سلامت داشته باشید. تا بله آفرین. نمیتون نه بالکل آفرین. هیچ وقت طرف داشت.
عرب هم نیست، عرب هم نیست، یک قدابی خوب زد ای برادر، یعنی عرب نیست، اوزبک است، افغان است، مثلا امیت قرآن حفظ میکنن که عرب نمیتونن، یعنی می معجزه قرآن است. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله طائر غالب بزن بر تمام ادیان، یعنی کار خداوند است. امروز سریعترین دین در امریکا دین اسلام پیش میره با وجود تمام موانع، در کانادا، در مثلا اروپا، در جرمنی، در چی حتی بعضی ولایات در جرمنی چی شده، یعنی مساوی شده چیشان، یعنی تعلیم قرآن در بینشان علنی شده. ای همه گی چی است؟ یک رمزی در پیشتان، یک سر نیست بلکه علنی است، شما میبینین. اگر دین خدا نباشه، این قرآن کلام الله نباشه، این خود به خود قلب مردم جلب میکنه و بیشتر که از طرف زنایی چی میشه که زنا را اینطور میده، بیشتر فرقه زنا در این مثلا داخل میشه. الله سبحانه و تعالی این ظلمی را که ما دیدیم از چیا که زنها بیچاره در مقابلشون باید زنها را میزدن و امو زنی که امو بچهش که چی شده بود سر از اون چی میکرد و چی میکرد. اما امروز دیدم که رجب طیب اردوغان به سعودی رفت. خداوند در این ها یک چی را پرته، یک اتفاق پرته در جهان اسلام، بدون اتفاق هیچ وقت چی نمیشود. یعنی از خاموشی جهان اسلام در مقابل این حرکت، اگر مرسی را از بین نمی بردن، در ظرف یک هفته یادم میاد که به امریکا چی داده بود که شما در ایسه فلسطین ها چی کنید. اونو آدم صحیح مسلمان بود، به یک طریق درست آمده بود، اما از بین بردنش. اما چرا با یک آدمی به نام سیسی، یک آدمی چی؟ حالت مصر از نگاه اقتصادی، اما جیزه که ما اونجا میگشتیم، یک جای بسیار پشیمون است که پیش ما در کابل شاری نبود، آلی در بینش آودن، مردار، قتل، قتال، روزگار بد، یعنی چی از این جور میشه؟ خود خداوند نشان میده برای شما که کسی که راه اسلام خطا کنه، خدا خوارش میکنه، زلیلش میسازه، با یک رقم دیگه با رفتن زمان او از بین میروه. این حکومتی که در افغانستان چی رقم حکومت؟ نه با قرآن برابر است، نه با پیغمبر برابر، لیکن بازم امی حکومت از این که نباشه دستی بیبی که در آب افغانستان نمیمانه ایران، همچنان پاکستان دستی او میگیره. پس تکتلاتی از اینا، جمع شدنانی از اینا، همه گیش خلاف شرع، خلاف چی قرآن کریم است. این بازم الله سبحانه و تعالی در آیت دیگر میفرمه این الذین فتنوا المؤمنین ایتو چیار ایتو بفرمایید برادر. و علیکم السلام، بفرمایید. پښتو 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 وای کنه زه پښتو دی ما زر زر خبرې کوه چې تاسو وګی استی خدای مور کا، لکن دغه ولګه د هغه پورې تعلق لري، په کوم ځای کې اوسېږئ؟ چه قوادم چی بودم اگه ما گوشنه هستیم چی بخوریم، ما چی میگم، ما ای چی میگه. این گوشنگی شما هم از سبب همی است که یک کسی باشه که شما را، یعنی ما یک کتاب است که ما نوشته کردیم وقتی که پوهنوال بودیم به نام نظریه دفاع اجتماعی. اون نظریه دفاع اجتماعی پابلیک دیفنس، چرا مثلا مردم در مقابل یک رئیس جمهور یا چی اعتراض نمیکنن، یا پارلمان چی نمیکنه که
پروگرام های اقتصادی از او چقدر باید گرنده و چقدر تیز باشه که مردم از گرسنگی نگاه کنه، از جرم و جرایم نگاه کنه. اگه ای تو نباشه باید او چی شوه، یعنی متوجه شوه به این خطاهای خود. دیگه این خو که تو ما گرسنه هستی و خدا سیرت کنه، این رقم خو نمیشه. باید حکومت ها کار کنن، موارد اقتصادی، موارد اجتماعی، معارف، اینا همگی به ذمه خود مردم خودش است. اگر دیدن که یک کسی کار کرده نمیتونه، باید وسائل را به کار ببرن. اجتماعات هست، اجماع هاست و لوی جرگه هست، این را دایر کنن، این تبدیل کنن به صورت بسیار زود، به صورت بسیار درست. اما به جنگ نه، اگر به جنگ شد باز در اون صورت چی میایه، یعنی از بد بتر میشه، مثل قصه ای که پیشتر برای شما ما کردم. بفرمایید. شما بسیار زیاد چی باشه با غیر از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای که ای برادر گفت که در تغییرات بود و در بین از اینا، ای گفا همگی درست نیست، همگی جمع شده خصوصا در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از در زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، بعد از او در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، هیچ چیزی، یک کلمه بیبی که موت و تی دراز نوشته شده در قرآن کریم و دست عرب ها با چی نوشته می شود؟ به شکل یعنی تی مدوره نوشته می شود. امور تغییر داده نتانستن به نسبت چی؟ که مخالف مصحف است. اگر چی در نوشته برای ما مثلا استاذا میگه تو نوشته بکن، اما رقم مصحف باز فورا اونمو رقمی که در مصحف است اما رقم نوشته میکنن. این کسی تغییر تا امروز داده نتانسته در قرآن کریم. یک نفر پیشی سابق شیخای ازهر بسیار مردمان عالم و دانشمند بودن، یک کسی قرآن کریم نوشته کرده که بسیار خوب و چی و خودش غیر مسلمان بود، آورده به شیخ ازهر که این ما نوشته کردیم و چی است. گفته بسیار خوب، من ایره میبینم باز چی میکنم. وقتی که دیده یک دفعه این نفهمیده، دیگه دفعه گفته محمد رسول الله در بالای سر یزی خورترک نوشته کرده صلی الله علیه وسلم. این را متوجه نه، دفعه دوم که خواهده بوده مطلب از این شخص این بود که مرا بازی میتونه در قرآنم دست زده شده که بالای محمد رسول الله که در قرآن کریم چی هست نه؟ درباره که آمدن نام محمد صلی الله علیه وسلم، دین محمد صلی الله علیه وسلم در کتاب های سابق یه هست که از جمله در کتاب توراتی آمده که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، در اوجه در سرش در خود نفس قرآن کریم صلی الله علیه وسلم نیست. اما این آدم زیاد کرده، گفته بگیرید. دیگر روز که او آمده گفته آفرین، بسیار کار خوب میخواستی من رو بازی بتی که در قرآن من این تایید کنم و چی کنم، در حالی که توی ایچی رو زیاد کردی. گفته بگیرن ایچی رو ازم چی کنم که قرآن شریف در بتیم. محضر عمومی او رو در داده به نسبت از این که یک کلمه در او زیاد شده. اینی تو خداوند قرآن توسط اینی تو مردمای پاک و چی که بود حفظ کرد و قدرت خداوند است، امیر حفظ کرده، هیچ تغییر در اون نیست. میگه اگر شما قل والله واحد میخوانین، در راه روان هستین یا در نماز میخوانین یا در چی میخوانین، شکر خدا را به جای بیارین. در این حال که میخوانین در نیتتان این باشه که خدا شکر به این قرآنی که به سر ما نازل کردی که نیچر طبیعت اصلی خدایی را برای ما خودت روشن ساختی. هیچ شک و شبهه دیگه برای ما در ایسه ای خداوند نه. مثل که در سر چی صلیب خواب بوده و در سر چی این چیزا که بسیار به صورت مقدس درس بوده، میلیاردها دلار در ایران مثلا همهش باطل. یعنی چی اصلی خداوند را تا
تمثیل نمیکنه این کتاب های دنیا امروز. در اصل خود درست بوده لکه این تو تغییر سرش آمده. ولی روان است این چی؟ ولی پاکی اسلامه، پاکی قرآنه، پاکی مثلا چیره شما از یه بسیار نیکبخت هستین با شکرانه قرآنی کریمه بخونه. یک کسی یک صحابی از دست حضرت علی رضی الله تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داد، گفت که ما که رفته بودن در کدام چی اسلامی، گفت که هر جای حضرت علی رضی الله تعالی که برای ما نماز میداد بعد از اینکه یک سوره را میخوان در آخرش قل والله احد میخوان، دیگه کس خویی تو رو نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت چی رقم میخوان؟ مثلا سبح اسم ربک الاعلا رو تا آخر میخوان، به داخلش قل والله احد میخوان. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که علی خدا را دوست داره، خداوند حلی را دوست داره، علی رضی الله تعالی عنه خداوند دوست داره، خداوند رو دوست داره. کسی که الحمدلله را زیاد میخوانه و خداوند دوست داره و شکرانه خداوند میکنه که خداوند برای از او اینطور یک آیت نازل کرده که چی دلش کشیده، سودای دلش، یعنی شکی دلش کشیده که هیچ برای از او دراجه به خداوند هیچ شک نیست، خداوند چی رقم است، یعنی ایرا ثابت کرده. در دیگه کتاب هایی که در این دنیا هست به نام کتاب های دینی، کتاب های فلسفی، او رو خوب ببان که او خوب فکر خود بشر است، هیچ کتابی مثل کتاب قرآن واری، یعنی با صحیح درست خداوند معرفی نکرده. همچنان در هر چیز، در هر چیز کپش قاطی است، یعنی در او کدام چی نیست، فقط قاطی چیزی که گفته است اونمو حق است و در او هیچ نوع تفسیر غلط و تفسیر باطل گنجایش نداره. البته مردم میکنه، خب یه خاصیت بشری است، ارقم تفسیر هاست امروز مردم ها از پیش خود میکنن. خب این معنای فتنه است که در یک قوم پیدا میشه، مثلا در افغانستان، در جهان عرب، در همه این فتنه ها میه. این فتنه ها راهی یک معنایش آزمایش است که کی مثلا، خصوصا این فتنه ها گفته که در چی گفته است، در کتاب مسلم، احادیث مسلم شریف گفته یا تموج موج البحر، با مثل بحر واری امیتو سرازیر میشه این فتنه ها در چی؟ در بین مسلمان ها. علاقه بسیار زیاد میشه که هر کس در فتنه ای، کسی در فتنه ای مال گرفتار است، کسی در فتنه ای مثلا چی گرفتار است، سلطه و قدرت در فتنه ازی گرفتار است، مردم هم میکشه، در حالی که تمامی امی زندگی از این چند روز محدود است و باز که در قبر میره، غیر شهید که از فتنه قبر میگه در امان میمانه، دیگه همه کس از پیشش سوال میشه. کسی که میتونه جوابی درست بگه کامیاب میشه، کسی که نمیتونه در همون جا عذاب میباشه در همون قبر. و از این چیزا سوال نمیشه، بلکه از شناخت الله میگه که رب تو کی بود، تو اگر و پیغمبرت کی بود و دینت چی بود، امینا رو جواب گفته. نمیتونه کسی که در این دنیا مثلا در فتنه گرفتار شده باشه، در فتنه قومیت، او ازبک طرفدار ازبک است، هزاره طرفدار هزاره است، پشتون طرفدار پشتون است، این جاهلیت است. باید همگی با یک برادری، انما المؤمنون اخوتون، مسلمان ها با هم برادر هستند. میگه از چی پرسان کرد، ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که خداوند امر کرده برای مؤمنان که لا یقر المنکر، چیزی که منکر و بد مخالف اسلام باشه او را تایید نکنن، او را تثبیت نکنن، بین از هرهم
دبای پیشرویشان یک کار منکر خلاف شرع میآید و او را تایید نکنند. اگر این طور کردن فیعمهم العذاب، عذاب عام میشه، همه گیز اینا را میگیرن. یک امر خلاف شرع میبینه که رواج است، جنده بالا میشه، همه مردم میدونه که جنده را که سخی بر ما چی را بتا. کجا جنده در قرآن آمده، در حدیث آمده، یک مثال داره، در وقت صحابه اکرام بوده، در دیگه وقت بوده، هیچ نیست. مردم پیدا کردن. فیعمهم العذاب، عذاب عذاب خدا همه از این مشرکین میگیره که از غیر خدا نفع و ضرر خدا میخواهد. این در صحیح مسلم حدیث درست است. و عن زینب بن جحش انها سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقالت له، یکی از ازواج مطهرات از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد، یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، نهلکو و فینا الصالحون، آیا ما هلاک میشه، مسلمان ها هلاک میشه در حالی که در بینشان مردمان صالح وجود داشته باشه؟ قال نعم، بله هلاک میشون. اذا کثر الخبث، وقتی که مردمان خبیث در بینشان زیاد بشه. خبیث کی است؟ مشرک. از قبر میخواهند، از جنده سخی میخواهند، از جنده نمیدارم فلانی میخواهن، ای چی هسته، ای قبر فلانی است، ای قبر همگیش، یعنی چی هسته، ای بدعت است و از این میخواهن. خداوند، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند مشرک نمیبخشد، مشرک برای دائم در دوزخ میمانه. و یغفر ذالک لمن یشاء، یغفر یعنی می بخشد خداوند غیر شرک را که توبه کنه، توبه نسو کنه. و اگر کسی مشرک هم باشه باید در طول عمر خود اینا توبه کنه، توبه کنه. اینجا الله سبحانه و تعالی فرمود، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اذا دمی سوره ای است که برای مردم خندکار جور میکردن، خندکار جور میکردن، میگفت بیا اگر کسی میگه که ما منعوذ بالله خدا هستم، یا مثلا بگویا که اگر تو پیروی مذهب ما هستی که ما میگم که چیزی را که نمی قبر برد میتا خدا میتا، اگر به امی عقیده هستی خوب، اگر نمی کشم عینی نمی عذاب دو وقت بود، یک مردم رو میکشت، در این خندق های آتش پر، در اینا میانداخت. الله سبحانه و تعالی در همین سوره میفرمه این الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یعنی مردم امتحان میکرد که تو پیروی ما میشی، اگر گپ ما را قبول، شرک ما را قبول میکنی خوب، اگر نیت رو میکشت، و میکشت مردم میکشت. اینا باز مثل چی آوری چوکی ها را مانده بود سیل میکرد که چطور مردم در میگیرم، چطور مردم در سملم یتو فلاهم عذاب جهنم. اینمی مردم ها که به این رقم زندگی میکرد، سری مسلمان ها عقیدهشان را به زور میگردانن، به زور تفنگ، به زور بندی کردن، به زور کشتن. از این گپ خود اگر توبه نکنن فلاهم عذاب جهنم و لهم عذاب، این تو عذابی که حریق است، یعنی می سوزانشان، از او اینا نجات پیدا کردن نمیتونن در روز آخر. خداوند عادل است، همه چیز خدا مطابق عدل چی خود چی کرده. شما سوالای خدا ادامه بدید، الله سبحانه و تعالی برای شما خیر و برکت بده. این چیزها مجرمینی که در دین پیدا شده، مجرمینی که در دنیا پیدا شده، یک گناه بسیار کلان است که تمام مسلمان ها را در روی دنیا فرا گرفته در عالم اسلام. و غیر مسلمان ها خوبی از اون در عذاب خدا هستند آخرت اگر از این رای خود نگردن، ولی بسیاری نفرای عالم و دانشمندشان میگردن، از زنا و مردا راه درست اسلام پیدا میکنن و بشری تیزهوش است، میخوانه
خدا میفهمانه در راه اسلام داخل میشود. الحمدلله و ما برتان احصایه ای را ذکر کردم که اسلام به سرعت پیش میره با تمام امی موانی، ولی به شرطی که یعنی ایتور چیزا خود جامعه اسلامی به نام اسلام این تو چیزا پیدا میشود، از بین خود خراب میشود. اونا تنها خودشان خراب نمیشه، بلکه تمام جامعه را خراب میسازه. افراد در نظر قرآن خودشان مسئول هستند و مسئول هستند در عین حال از امتشان. هر شخص از خودشان مسئول است، از دور و پیشش کسانی که هست که اونا برای غلط رفته از اون مسئولیت داره، باید متوجه بسازه او را، امی حقایق دین برشان برسانه، از یعنی خود را چی نکنه. و در اخیر یه آیت میه که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. این برای ملت ها و افراد، برای همه گی میگه بدانین اگر شما ساکت شوین از فحشا و منکر در بینتان است. فحشا هر عمل بد، کشتن، دروغ گفتن، مردم با از راه قرآن تغییر دادن به راه غلط، فکرهای غلط، فکرهای قومیت، نسب، امثال ازی و کارهای منکر، یکی معروف است یکی منکر، کارهای غلط کردن و تلافی مفاسد نکنن. مسلمان هست هیچ دممره چی بز از غم خود کشال است و گزفند از چی خود کشال است. این گپ بسیار غلط گپ است. ولم یتلاف المفاسد التي تحصل بینهم. این مفاسد خود بیغرز بگیره، هیچ نه دعوت کوشش بکنه، نه در رای دعوت یک روپا بته، این پیسه هم ایش ای چی است؟ این خیانت از دین که این کار میکنه. یعنی مثلا ایج در این فکر نباشه، فقط بخو برو تشناب و بیاینم مسلمان هستم. این خوب باید مسئولیت داشت خود بفهمانه، به جریانات خود خبر کنه، قرآن مطالعه بکنه، این اسرار دین رو بفهمه. بعد از اون این چی است؟ ثم يشفع الله هذا التحذير بتذكيرهم بنعمة الله عليهم حينما استجابوا وتضامنوا في المسؤولية. بعد از او مثلا اینا چی بکنه؟ با خداوند هر وقت دعا کنه، از خداوند طلب بسه که خدا رحمت در سر ما نازل کو، پس مراجعه به دین شوه و کوشش بکنه و بگه که ما همگی تا که کوشش میکنیم در راه تو یکی دیگه خود برابر میسازیم. و الحرص علی اعلای کلمه، حرص داشته باشه بسیار شدید در راه بلند کردن کلمه الله، یعنی برادری و اخوت اسلامی، نه کشتن، نه زدن، نه دزدی، نه سرقت، نه این چیزا باید از بین بره. بگه چی رقم الله سبحانه و تعالی یک قومی که بسیار کم بود او رو زیاد ساخت، بسیار ضعیف بودن اونا را خداوند قوی ساخت. چقدر ضعیف بودن؟ اول 313 نفر بودن در جنگ بدر، در جنگ احد دوچند شدن، ولی بازم نافرمانی پیغمبر که شکست شدید برشان داده شد. بعد از او باز خداوند عفو کرد اونا را، انزل علیهم یعنی یک حالت خواب و چی سرشان آورد که امنتن نعاسن ایره سرشان آورد، معنیش که خداوند عفو کرد لیکن جزا هم داد برشان، 70 نفرشان از دست رفت. بعد از او چی حدیبیه، صلح حدیبیه 1400 نفر شد، 2 سال بعد 10,000 نفر شد، مکر فتح. 2 سال بعد از او باز چی شد؟ 120,000 رسید، 120,000 صحابی رسید که چیزو
حجة الوداع شو إيه أشق كم بده أشق خدا زوز دينار زيادة كار يعني مي رقم أجا كسي دراي خدا درست عمل بكنا الله سبحانه وتعالى ونارا زیاد میکنه، قدرت میده و میگه که شما که ضعیف بودین میترسین که همین مردم شما را یعنی پارچه پارچه نکنه، هر طرف تیخه تخطف کنه و ناس شما را چی بکنه. لکن الله سبحانه و تعالی شما را قوت داد، یک دولت ساختین و قوت و قدرت پیدا کردین، این همه داد از طرف الله سبحانه و تعالی بود. شما در راه خدا درست بودید. اگر شما مخالف می بودین یکی در کلی دیگه خود می زدین و از ابتدا مثل که آقا میگه که اینا ای تو مخالف بودن روایت های چی رو می کشن، هم بگیش غلط است. صحابه اکرام هیچ مخالفت چیزی نداشتن چی خود اینا چی رو نداشتن. دیگه ای را شما اینی آیتای قرآن ان الله لا يحب الخائنین، خداوند مردم خائن در دین خدا و در چی خدا دوست نداره. الله سبحانه و تعالی می فرمی یا ایها الذین لا تخونوا الله و الرسول، شما خیانت با خدا و رسول نکنید. و تخونوا اماناتکم، چیزی که پیشتر است او و امانت هایی که از همه گذی از بینتان است، خیانت از صفات منافقین است، امانت از صفات مؤمنین است، شما خیانت نکنید. کلانترین خیانت ایست که از جهاد دست برداره. امی گب زدن بهترین جهاد است در این وقت. این گب زدن ها را بند نکنید، راهی بند کردنش به دست شماست. اگر شما تمویل نکنید این از بین می روید، این خیانت است که شما میکنید. مسجد اقصا را در دست اعدای دین که یهود است نگذاره. امروز ببینید او و خداوند این سخنه، یعنی امروز مسجد اقصا و دست از این است. از سبب اختلافی که بین عرب ها پیدا شد یک کس چی خدا نکرد. مسلمان حقیقی را در چی انداختن؟ در زندان انداختن. او کسی که در تاریخ مصر، براتون گفتم در تاریخ مصر، تاریخ مصر ما خوانده، هیچ کس به اساسی اینمی مثل مرسی واری کامیاب نشده بود که برای گیری علنی درست صحیح، اما گرفت پیچاندنش در بندیخانه انداختن. هزارها نفر کشته شد، خونه ها جاری شد و تا 18 سال 17 سال دخترای مسلمان، بچه های مسلمان تا این روز در سجن در بندیخانه غلطیدن. چرا؟ سیسی چی کرده؟ انقلاب کرده و وضع به اندازه خراب که از کسی شور خوردن میتونه. این خوب بود یا او؟ برادرها چی شما چی است؟ یعنی مسجد اقصا قبله اولی مسلمان هاست، این رو باید که به طرف نمی ماندن، آواز خود بلند می کردن. این که اموالتان است، اولادتان است، این همگی فتنه است. سر مال، سر اولاد، سر عزیز شما دین خدا را تغییر ندید. اینمی آیه کریمه بود که براتون خواندم. دیگه وقت باز برای شما راجع به اسراء و معراج که او هم بعضی مردمای جاهل سبب فتنه شده بود، ولی امروز از دیدگاه ساینسی امروزی او تثبیت شده. این باز براتون به درس آینده بخیر میگم، ولی وقت ما رو به تمامی سگالی شروع کنم او چی نیسته، اگرچه ما چیش نوشته کردیم، اما باز در او صورت باز ای تکمیل نمیشه. او درس بسیار جالب است، او را هم برتان باز ما راجع به اسراء و معراج انشاءالله اگر دیگه حوادثی چی پیدا نشه امرو برتان باز میگم.
دیگه شما سوال کنید، چرا سوال نمی کنید؟ یک چند نفر سوال کرد و خلاص، یک آدم گفت که ما گشنه هستم. یکی سوال بود. همین مردم هایی که از خانه های خود دور شدن، از گشنگی مانده بیچاره در بدر هستن. کسی را از قندوز آورده در کابل او جایی نداره. و نان و چیز روزی نداره. باید این مردم همگی با منا کمک کنن. و اینا فضل خدا که آرام هستن، باید برادرهای خود کمک بکنن که این فتنه ای که در راه این وطن پیدا شده، این فتنه ای که مسلمان مسلمان رو میکشه، این فتنه از بین برود. اینا اگر در ابتدا اینا چی میکردن، به دست دهی فتنه واقع نمیشه. خودشان خود انداختن، خودشان آوردن، این فتنه را آوردن. چرا که هر کسی که نمیتونه یک کاری خلاف اسلام بکنه، الله سبحانه و تعالی اونا را هم میگیره. این نمیتونه چی بگیره. این گفتم که این فتنه عمومیست، در فتنه عمومی سری همه گی بیاید. این وقت خداوند خبر داده ای که باز در آخر یاد گفته که اگر شما ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، خداوند برای شما اگر اینمی اوامر خدا را پیروی کنین، خداوند برای شما فرقان یعنی قدرتی میده در قلب شما، در ایمان شما، که فرق بین حق و باطل اعلان میکنه و شما را سر دشمنانتان کامیاب شما قوت پیدا میکنه. قرآن شریف کتاب آسمانی مسلمانان همینک به زبان فارسی و بر روی سی دی، متصدی و نطاق فارسی عمر خطاب.